سلام بر شما بینندگان عزیز، بار دیگر این افتخار نصیب من آرش سیگارچی شد تا در برنامه روی خط میزبان و همراه شما باشم. پیشتر وعده داریم که در این برنامه میخواییم نظر شما رو در مورد چهره سال 1389 ایران بشنویم. معمولا در برخی کشورها رسم است که در انتهای هر سال مهمترین وقایع و خبرسازترین افراد رو لیست می کنند. امشب در برنامه روی خط از شما بینندگان عزیز می پرسیم به نظر شما چه کسی چهره سال 1389 در ایران است؟ از میان چهره های سیاسی یا فرهنگی، هنری و همچنین ورزشی و اجتماعی اگر کسی رو چهره سال می دانید در برنامه امشب نام او را بیان کنید. یادتون باشد که از شما خواهم پرسید چرا فردی را که نام میبرید چهره سال ایران میدانید؟ پس حتما برای پاسخ به این سوال آماده باشید. فارغ از این که نظر شما چیست، روی خط به روی شما گشوده میشود تا در این روزهای پایانی سال چهره سال را انتخاب کنید. در انتهای برنامه هم نظر برخی از صاحب نظران را در مورد چهره سال خواهیم شنید. شماره برنامه روی خط تا چند لحظه دیگه اعلام میشه که روی خط بیاید و بگید چهره سال 1389 ایران به نظر شما کیست و چرا؟ اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202 692 4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. خب عرض کردم امشب میخواییم در برنامه نظر شما رو بدونیم و اینکه چه کسی چهره سال 1389 میتونه باشه. میتونید از بین افرادی که در حوزه سیاست یا بین الملل، فرهنگ و هنر و یا اقتصاد، علمی آموزشی، اجتماعی و ورزشی فعالیت دارن چهره امسال ایران رو که به نظرتون میرسه معرفی کنید از طریق این تریبون و بینندگان دیگر هم حتما نظرات خودشون رو بیان میکنن تا چند لحظه دیگر حتما ارتباط ما برقرار میشه. اما انتخاب چهره سال همونطوری که ابتدای برنامه عرض کرده هم در غرب متداوله و در ایران رواج زیاد نداره. با این حال در سالهای اخیر به طور محدود در حوزه‌هایی چون ورزش یا فرهنگ در مورد چهره سال سوال شده. یکی از معدود نظرسنجی‌هایی که به تازگی توسط سایت خبر آنلاین در ایران برگزار شده که گزارشی در مورد اون داریم تقدیم می‌کنیم. امسال سایت خبر آنلاین برای انتخاب چهره سال یک نظرسنجی برگزار کرد که به گفته مسئولان این سایت حدود 300 هزار نفر در آن شرکت کردند. بر اساس این نظرسنجی به ترتیب اکبر هاشمی رفسنجانی، عادل فردوسی پور، محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد، امیر قلعه نوعی، محسن هاشمی و افشین قطبی هفت چهره سال هستند. در نظرسنجی خبر آنلاین ابتدا نظر رای دهندگان در حوزه‌های تلویزیون، اجتماع، سیاست، موسیقی، اقتصاد، سینما، فوتبال و بین الملل گرفته شد و سپس افرادی که بالاترین آرا را داشتند با هم رقابت کردند. این نظرسنجی به خصوص در حوزه سیاسی مورد انتقاداتی نیز واقع شد. در میان گزینه‌های اعلام شده هیچ یک از چهره‌های مخالف دولت همچون میر حسین موسوی و مهدی کروبی قرار ندارند. در این نظرسنجی اسامی افرادی چون محمود احمدی نژاد، احمد توکلی، اسفندیار رحیم مشایی، محمد رضا رحیمی، علی اکبر صالحی، علی لاریجانی، منوچهر متکی، علی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی آمده است. در بین این نفرات هاشمی رفسنجانی با کسب 59.5% آرا بیشترین رأی را کسب کرده و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران با کسب تنها 0.4% آرا در انتهای این نظرسنجی قرار گرفته است.
محمود احمدی نژاد هم با 23.3% آرا در جایگاه دوم قرار دارد و همین مسئله اعتراض حامیان دولت را برانگیخته است. نکته قابل توجه در نظرسنجی خبر آنلاین انتخاب چهره سال در حوزه بین‌المللی است که رای دهندگان بیشترین رای را به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دادند. بعد از اوباما رجب طیب اردوغان و امام موسی صدر رتبه های بعد را کسب کردند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. خب بیننده یه برنامه روی خط هستید و عرض کردم خدمتتون میخواییم از شما بشنویم به نظر شما چهره سال 1389 ایران کیست؟ اول از همه بریم به سراغ سیامک از کرج. سلام بر شما، شبتون بخیر، نظر شما رو میشنویم. آقای سیامک از کرج اگر روی خط هستید، سلام بر شما. بله سلام، سلام آقای سیامک عزیز، به نظر چهره سال 1389 در ایران کیست؟ به نظر من توی داخل کشور شاید کسی حائز این رتبه به نظر من نباشه، یعنی نه. تو داخل کشور به نظر من کسی، من بیشتر دوست دارم این رو در حالت بین‌المللی روش کار بکنم، روش نظر بدم. خب به نظر چهره بین‌المللی امسال کیه؟ به نظر من آقای اوباما، خاندان آل سعود و خاندان آل خلیفه به دلیل جنایتایی که اینها کردن و سکوتی که صدای آمریکا کرده تو قضیه بهره، به نظر من اینها چهره سال هستن. ممنونم ازت سیامک، آمدی نظر خودت رو بیان کردید. اما بریم سراغ میثم از اصفهان، ببینیم نظر میثم از اصفهان چیست. میثم عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر در ایران، به نظر چهره سال 1389 در ایران کیه؟ درود میفرستم بر شما آقای سیگارچی و درود بر رهبران در بند جنبش صف. بقیده من چهره سال 89 بی‌بی‌سی فارسیه که خیلی بهتر از شما در حوزه خبررسانی فعالیت میکنه. بله. این شبکه بقیده من کمتر از شما مغرضه و خیلی بهتر از شما فعالیت میکنه. ممنونم. شما یک طرفه معمولا به قاضی میرید. نیستم عزیز، آمدی روی خط و نظرت رو شنیدیم و بینندگان هم شنیدن، ممنونم که آمدی روی خط. بریم به سراغ فرزاد از خوزستان، ببینیم نظر فرزاد چیست. فرزاد عزیز سلام بر شما، به نظرت چهره سال 89 ایران کیه؟ حالا خسته نباشید، بخاطر میگم چهره سال ماه آقای تلویزیون صدای آمریکا، چون حقیقت به مردم میده، شبکه های خبر در ایران همه فرزاد عزیز حالا آمریکا رو خیلی دوست دارید، بخواستم سال نو همیشون تبریک میگم. ممنونم ازت فرزاد که آمدی روی خط. خواهش میکنم، حالا ما بیشتر میخوایم ببینیم این چهره سال کیست و اگر فردی رو میشناسید که فعال هست تو عصای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، آموزشی، میتونید بهش اشاره کنید و خوشحال میشیم که این رو دریافت کنیم. اگر همکاران من از تلفن ها بگن. خب برای این بخش تا ارتباط ما با سایر بیننده ها هم برقرار بشه یه نگاهی بندازیم به وبلاگ های نظرات بینندگانی که رو وبلاگ برای ما نظر گذاشتن و من این نظرها رو خواهم خون. از جمله بذارید در روی وبلاگ ما جاوید نوشته که به نظر من ملت ایران چهره سال 89 هستند، آنها در این سال صدای عدالت خواهی خود را بیش از پیش به گوش جهانیان رساندند و این انعکاس صدا به قدری زیاد بود که سران حکومت جمهوری اسلامی را وادار به آدم ربایی و گروگانگیری رهبران جنبش سبز نبود. این نظر جاوید هست بر روی وبلاگ برنامه روی خط. و الکس تکین اگر اشتباه نکنم اسمش رو در روی وبلاگ ما نوشته، به نظر من آقای علی اکبر، چون علی اکبر اسمشون نیست، به نظر من آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، چون ایشان با کنارگیری از قدرت و بازنشست کردن خود همگان را در حیرت برد. ایشان به این عمل با این عمل بیگمان تنها چهره سیاسی سال 89 میباشند، چون که تا همکنون نیز هیچ کس نمیداند که آیا کنارگیری کرده یا خیر. این نظر الکس بود روی وبلاگ ما. اما یه بیننده دیگری هم در این مورد نظر داده که نظر اون رو هم خواهم خوند. روزبه برای ما روی وبلاگ ما نظر گذاشته و نظر اون رو براتون خواهم خوند. روزبه نوشته از تهران که چهره سال 89 میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو یار و همراه مردم به علاوه همسرانشان هستند، زیرا عدالت طلبی و پیگیری حق حاکمیت مردم رو بر کنج عافیت ترجیح دادن و در این راه متحمل هزینه های بسیاری شدند که آخرین آن ربوده شدن و
گروگان گرفته شدن ایشان بوده. این نظر یکی دیگه از بیننده ها بود. رامین هم برای ما نوشته به نظر من چهره سال اکبر هاشمی رفسنجانی است، چون هیچ کس مثل او در جمهوری اسلامی اختیار نداشت، اما او نه تنها از این قدرت استفاده نکرد بلکه عاقبت همه مناسبش رو از دست داد. غیر از این بهنوش از تهران هم بیننده دیگری است که برای ما نظر خودش رو فرستاده. بهنوش برای ما نوشته که به نظر من زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی چهره‌های سال هستند. این حداقل کاری است که من به عنوان یک ایرانی میتوانم انجام بدم و آن انتخاب این افراد هست. این نظر بیننده دیگری بود که روی وبلاگ ما نظر خودش رو داده. و غیر از این اگر فرصت باشد من نظر ریحانه رو بخونم برای شما، که ریحانه برای ما از آنکارا نوشته: من به اسخر فرهادی رأی میدهم که امسال با فیلم جدایی نادر از سیمین افتخاری برای ایران به دست آورد. آیا این کم اهمیت است؟ و خب ریحانه برعکس دیگران ترجیح داده نظر فرهنگی بده، یک چهره فرهنگی رو به عنوان چهره سال معرفی کنه. رضا از بوشه هم یه چهره ورزشی رو انتخاب کرده. رضا نوشته: به نظر من علی کریمی چهره سال ایران بود، از ماجرای به اصطلاح روزخاری او که سعی کردن حذفش کنند و بعد پیوستنش به تیم شالکه آلمان. این نظر رضاست از بوشهر که روی وبلاگ ما نظر خودش رو منعکس کرده. و دیگر بیننده کیوان از ساریس نوشته: من همه کسانی که در بند جمهوری اسلامی هستند رو چهره سال میدانم، از موسوی و کروبی گرفته تا آن شهروند اهوازی که در زندان است، همه چهره امسال ایران هستند. اینو که اشاره کردم بعد اشاره کنم بعضی از بینندگان هم چهره های یا فعالان سیاسی و مذهبی که در بازداشت یا زندان هستند رو معرفی کردن. از جمله چند بیننده نظرشون بر این بود که چهره سال آقای کاظم‌نی بروجردی هستند و از طریق ایمیل نظر خودشون رو فرستادن. نظرها رو ادامه بدیم. نیما هم نوشته: من هم به بهداد سلیمی وزنه‌بردار جوان رأی میدم که رکورد حسین رضازاده رو زد. امیدوارم بهداد به رضازاده یاد دهد که انسانیت فراتر از آن است که پهلوان مردمی در مقابل حکومت زانو بزند. زنده باد مردانگی و پهلوانانی چون تختی. خیلی کوتاه پیام گفته: به نظر من شهدای جنبش سبز در سال 89 محمد مختاری، سانه ژاله و امیرحسین تهرانچی. محمود رضا گفته: به نظر من موسوی کروبی. مشتبه گفته: من میرحسین رو، میرحسین موسوی. و مهری از تهران هم گفته: به نظر من عادل فردوسی پور چهره سال هست، سال 89. بعد از این نگاهی به نظرات شما بیننده ها در وبلاگ تنفس بگیریم، برمیگردیم تلفن ها و نظرات بیشتر شما رو منعکس میدیم. خب بینندگان عزیز، از شما پرسیدیم به نظر شما چهره سال 1389 در ایران کیست و میخواییم ببینیم نظرتون چیه. حالا این چهره میتونه یه چهره سیاسی باشه، فرهنگی، اقتصادی، علمی یا آموزشی. سیروس از تهران روی خط ماست. آقای سیروس سلام بر شما، شبتون بخیر. نظر شما رو میشنویم. به نظر شما چهره سال 89 ایران کیست؟ سلام شما، خسته نباشید. من خواستم از دیده شروع کنم که دوستان آرام مدن این سری چهره ها رو گفتن، در مورد سیاست یک دیده گفتن و در مورد حالا یک فرهنگی میگفتن. من میخوام بگم که امسال برای جنبش سبز یک سالی بود که تراز و نشیب بسیاری داشت. از طرفی ما رهبران جنبش سبز در داخل کشور داشتیم که همواره میخواستن در چارچوب قانون اساسی و نظام ایران بیان اصلاحاتی انجام بدن، و از طرفی هم داشتیم رهبرانی خارج از کشور که میخواستن رهبریت رو از ایران خارج کنن و این جنبش سبز رو از روند فعیدیش باز دارم. سیروس عزیز، من خیلی مشخص میخوام بفرمایید به نظر آیا امسال چهره رو به عنوان چهره سال شناسایی میکنی و کیست؟ بله، خب قطعاً افرادی که اونور آب نشستن و راجع به جنبش سبز نظریه میدن و تصمیم میگن، مثل آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا که
بچه‌ها دارن رهبران جنبش سبز کنار میزنن خیلی خراساستر هست. چهره‌هایی مثل حتی قذافی یا مثلا اوباما که یکی از دوستان اشاره کردن. ممنونم سیروس عزیز که آمدی روی خط نظر دادی. اجازه بدید بریم به سراغ رضا از تهران ببینیم نظر رضا چیست. رضا عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر. به من بفرمایید که به نظر شما چهره سال 1389 در ایران کیست؟ الو سلام، خواهش میکنم بفرمایید. ضمن تبریک سال نو، امیدوارم برای همه ایرانیان سال بسیار خوبی باشه. به نظر من در بعد سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه در واقع از اوج به افول رسید، بعد چهره سال میتونه باشه. در بعد ورزش هم به نظر من آقای افشین قطبیه که در واقع با این همه در واقع بدیایی که بهش کردن تونست با یه فوتبال بین المللی که در واقع نظر خودش بود بتونه موفق باشه با قراردادی که با ژاپن ببنده. به من بگو اگر مایل هستی رضای عزیز، در مورد چهره فرهنگی و چهره بین المللی آیا رو کسی نظری داری یا خیر؟ والا چهره بین المللی به نظر من، خب آمریکا به دلیل قدرت جهانی که داره، آقای اوباما میتونه مطرح باشه همیشه. بسیار خب، ممنونم ازت رضا که آمدی روی خط و نظرت رو با بیننده ها به اشتراک گذاشتی. بیننده ای از ایالات متحده آمریکا اینجایی که ما هستیم روی خط هست، آقای جهان، روز شما بخیر. جهان عزیز، به نظر چهره سال ایران امسال کی بود؟ با درود و عرض پیروزی نوروز و پیروزی مردم ایران، من از دو جنبه میخوام بگم چهره منفور سال خامنه‌ایه، به خاطر اینکه برای حفظ قدرت از کشتن فرزندان میهن هم نگذشت و میبینیم که چه تعداد از فرهیختگان میهن ما رو در خودش در زندان و به خاطر خودش نگه داشته. چهره برتر سال به نظر من تمامی زنان، شیر زنانی هستند که در زندان به سر میبرند، که از خانواده، فرزندان و همه عزیزان خودشون گذشتند تا دموکراسی و آزادی رو به میهن ما به ارمغان بیاورند. ممنونم آقای جهان که روی خط آمدی و نظر خودت رو بیان کردید. امیدوارم بینندگان دیگری هم که تمایل دارن نظر بدن بتونن بیان روی خط. همکارانم به من میگن بیننده دیگری رو هم داریم. کریم از سمنان روی خط هست. کریم عزیز سلام، شبت بخیر، نظر شما رو میشنویم. درود به آقای سیگاتی و تمام بینندگان محترم. آقای سیاسی، من میخواستم بگم اگر وسط کلام و قطع هم نکنید، من میخواهم کسی رو چهره سال معرفی کنم که برای من به عنوان یک معلم تمام معنا ظاهر شد توی این سال. اونم کسی بود که به ملت آموخ کلمه ما میتوانیم رو، استقامت هسته‌ای رو برای کل جهانیان در میدان انقلاب ایران به قول معروف معرفی کرد و خب بسیار خب، از این که نظرتون رو میدید متشکرم. به هر حال هر بیننده ای نظری داره میتونه. امروز تو این برنامه اسمای متفاوتی رو شنیدیم، از آقای هاشمی، از آقای احمدی نژاد، موسوی، کروبی، و خیلی خوشحال میشیم که نظرات بیشتری رو هم بشنویم. بریم به کانادا. سیروس روی خط هست. سیروس عزیز روزت بخیر. آیا شما چهره ای رو به عنوان چهره سال ایران میتونید معرفی کنید به بیننده ها؟ با سلام و درود خدمت شما و همه هموطنان من در سراسر دنیا و ضمن تبریک عید و سال نو، به نظر من شخصیت برتر سال استاد محمد رضا شجریان هستش که صدای ماندگار ایرانی هستش و با آزادگی خودشون نشون دادن که یک هنرمند میتونه در واقع به عنوان یک هنرمند مستقل و فراتر از هر قدرت و زور و اچافی صدای ماندگار ملتش باشه. بله، ممنونم سیروس. حالا که روی این موضوع نظر دادی و یه چهره فرهنگی رو انتخاب کردی، میخوام ازت بپرسم، شما که تو کانادا هم هستی،
خب به من میگن ارتباط ما با سیروس متاسفانه قطع شد، امیدوارم بتونیم داشته باشیمش. نظری بندازیم به بینندگانی که برای ما از طریق ایمیل نظر فرستادن تو این دو سه روزی که موضوع برنامه رو اعلام کردیم. تو پنجشنبه جمعه بیننده‌های زیادی نظر برای ما فرستادن که سعی میکنم بخشی از اونها رو بخونم. سوشانس برای ما نوشته من چهره سال 89 را موسوی میدانم. بعضیا میگویند که در زمان نخست وزیر ایشان این همه اعدام صورت گرفت. به آنها پاسخ میدهم مگر در سیستم مافیای مذهبی ایران نخست وزیر کاری بوده که بخواهد دخالت داشته باشد؟ ایشان بعد از دوران نخست وزیری برای مدت 20 سال نیز به عنوان اعتراض به سر چاهی رفته و فریاد خود را به داخل چاه فرو میبرده و بعد از انتخابات 88 هم دیدیم که با چه قدرت و ایمانی در مقابل این همه تهمت، تهدید و افترا ایستادگی کرده و از همه چیز خود گذشته است. این نظر سوشانس بود. آوا از کرج هم روی ایمیل ما برای ما نظر خودش رو فرستاده، گفته اول میخواستم از آقای رحیم مشایی به خاطر دم زدن دروغینشان از پیشینه ایران و نام بردن از کوروش کبیر نام ببرم، اما الان میگویم خانم رهنورد، زنی جسور که برای نخستین بار در این 32 سال جرأت کرد دست همسرش را بگیرد و در انظار حاضر شود. خانمی که تحت هیچ شرایط از موضع خودش دست بر نداشت. خانمی که به واقع مدافع حقوق زنان است. بیننده دیگر علی از رفسنجان نوشته میتوان موسوی و کروبی یا شهدای همچون ندا را انتخاب کرد. موسوی و کروبی برای ماندن بر سر عهد و پیمانشان با مردم و شهدای چون ندا برای از جان گذشتگیشان. مرتضی هم برای ما نوشته که به نظر بنده چهره سال اون هموطنم بود که با غیرت، با جرأت و شهامت جلوی بسیجی اطلاعاتی و پاسدار و وطن فروش و ضد ایرانی ایستاد و فریاد زد. آخر از همم علی گفته به نظر من چهره برتر سال 89 آقای هاشمی می باشد که بعد از کش و قوس فراوان بالاخره حضورش از صحنه سیاسی ایران کمرنگ شد. و ندا آزادگانم نوشته محمد مختاری یکی از کسانی که در 25 بهمن جان خودش رو از دست داد. یه تنفس دیگه بگیریم برمیگردیم بحث رو با شما بینندگان جمع‌بندی می‌کنیم. پرسیدیم که به نظر شما چهره سال 89 ایران کیست؟ بینندگان این نظراتی دادن، از محمد رضا شجریان شنیدیم تا محمود احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی، موسوی کروبی و چهره های سیاسی فرهنگی دیگر. دو بیننده دیگر رو روی خط داریم. محمد از تهران. آقای محمد سلام بر شما، شبتون بخیر. به من بفرمایید که به نظر شما چهره سال امسال ایران کیه؟ آقای محمد به نظر شما چهره سال کیه؟ به نظر من چهره سال همین آقای احمدی نژادی که فکر می‌کنم در تمام دنیا بی‌نظیره. خب چرا؟ خب بالاخره با این برنامه‌هایی که در ایران داره و این کشتارهایی که در زمان این آقا اتفاق افتاده، دیگه چهره برتر از این من فکر نمی‌کنم در کره زمین وجود داشته باشه اصلا. معمولاً تو انتخاب چهره سال دو تا معیار هست. بعضیا میگن چهره‌ای که خبرساز باشه، حالا میتونه آدم مثبتی باشه یا آدم منفی. بعضیا میگن چهره سال منظور مهمترین و پر اهمیت ترین چهره ساله. حالا اگر اون اظهار نظر اول شما رو بذاریم تو نگاه اول، تو نگاه دوم به من بفرمایید که به نظر شما مثبت ترین و پر اهمیت ترین چهره سال کیه؟ باز من فکر می‌کنم اما آقای احمدی نژاد باشه. ممنونم ازتون محمد عزیز. آنچه تغییر نپذیرد میگن توی همینه. خب فرهاد از تهران روی خط هست. فرهاد عزیز سلام بر شما، نظرتو میشنویم. به نظر چهره سال کیست؟ سلام خدمت شما عزیزان و خسته نباشید میگم خدمت شما. و قبل از اینکه من خواستم صحبتمو شروع بکنم میگیرن و فقط صرفا میخوان جذب برنامه رو خراب بکنن. اینا رو شما در جریان باشید. مثلا ما خودمون میدونیم، پشت تلویزیون ما میبینیم، احساس میکنیم یک گروهی هم انگار که مدیریت شده و برنامه ریزی شده است. مثلا این قضیه در مورد چهره سال من میتونم دو گروه دستبندی بکنم. یک گروه افرادی هم که بسیار مثبت هم و دارن بسیار توی ایران، ما اینا خودمون خوب میفهمیم،
خیلی دارن با سختی و با فشار زیاد، مثلا قشر زنان در ایران دارن با تلاش زیاد میخوان این جذب بسیار خفقان رو بشکنن، مخصوصا روزنامه نگاران زنی که الان چند تاشون توی زندان هستن، الان حضور ذهن ندارم اسمشون رو ببرم، ولی واقعا من میبینم که با چه فشار و چه سختی تونستن و حرفاشون رو زدن و الان هم در زندان ها دارن به سختی تلاش میکنن که بتونن که مثلا اون لحظه ها رو بگذرونن با فشار زد. حالا چهره های بعد سال به نظر من دیکتاتور ها هستن. الان توی کل دنیا چند تا از دیکتاتور ها از مبارک گرفته تا بن علی گرفته و همین آقای خامنه ای گرفته، اینها الان چهره های بعد سال دنیا هستن. تمام دنیا الان تمام دیدشون روی دیکتاتورها هست. الان شما خودتون فرهاد عزیز به عنوان یه چهره برتر اگر بخوای تصمیم بگیری، فکر میکنی تو ابعاد مختلف فرهنگی اقتصادی فرقی نمیکنه، یه اسم بخوای بگی کی رو یادآوری میکنی؟ یه اسم اگه من بخوام بگم، من میتونم فقط دو تا اسم ببرم. خب دو تا اسم ببرم. چرا؟ چون که هر دو تاشون به نظر من چهره سال ایرانن الان در حال حاضر. یکیشون آقای سرهنگ قذافیه که الان تمام دید مردم ایران به سرهنگ قذافیه، که سرهنگ قذافی داره همون کاری رو تقریبا میکنه که اینها کردند، و دوم آقای خامنه ایه. این دو نفر رو من در کنار هم قرار میدم و هر دوشون هم چهره سالن به نظر من. چرا؟ چون که تمام رفتاری که سرهنگ قذافی داره میکنه و داره با مردمش به طرز بسیار فجیع رفتار میکنه، آقای خامنه ای هم میتونه اینجور فردی باشه. ممنونم ازت فرهاد عزیز که آمدی روی خط و نظر خودت رو با بینندگان به اشتراک گذاشتی. فکر میکنم تو این بخش منصور رو هم داشته باشیم. اگر همکاران به من بگن منصور از کجاست، منصور از تبریز رو، خب منصور از تبریز روی خط هست، ببخشید به خاطر این ناهماهنگی برنامه زنده است و پیش میاد. منصور عزیز سلام بر شما در آذربایجان، به من بفرمایید که به نظر چهره سال 89 ایران کی بود؟ سلام، خسته نباشی. خواهش میکنم. سلام، خسته نباشی. میشنویم نظرتون رو. سلام، خسته نباشی. به نظرم فکر میکنم چهره سال سلام خسته نباشید. مسعود از سوئد هم روی خط هست، ببینیم نظر مسعود چی. آقای مسعود دستتون بخیر، نظر شما رو میشنویم. سلام، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، ضمن تبریک نو به همه هموطنان عزیز، از نظر من چهره منفور سال حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای هستند و چهره های استاد ما مبارزانی که در خیابان ها مبارزه می کنن، زندانیان سیاسی، خانواده زندانیان هستند و چهره بین المللی از نظر من خانم هیلاری کلینتون هستند که پرسفرترین وزیر خارجه امریکا بودند و تمام مدت که مسئولیت دارن در سفرن و دارن واقعا فعالیت مثبت می کنن. ممنونم مسعود عزیز. از ایران ولی اسمی نبردید شما. از سوئد قربان. نه میدونم، از ایران عرض میکنم هیچ کسی رو اسم نبردید. از ایران عرض کردم چهره منفور آیت الله عظما امام خامنه ای. البته در مورد عظما بودن ایشون حالا باید علمای شیعه بحث کنن. ممنونم مسعود که آمدی روی خط و نظر خودت رو بیان کردی. بخش فیسبوک رو هم داری. من نظرات بیننده‌ای که از طریق فیسبوک برای ما نظر خودشون رو فرستادن جمع کردم. تقریبا گزینه‌ها همون گزینه هایی بود که در طول برنامه بهش اشاره شد. از جمله سعید به نوشته که میرکبیر میرحسین موسوی شیخ شجاع مهدی کروبی. میلاد هم نوشته برای ما که میرحسین موسوی. فرزاد رو فیسبوک ما نوشته که میرحسین موسوی و مهدی کروبی. یه بیننده دیگه یه اسم جدید اضافه کرد به این لیست، چون کسی از شاهزاده رضا پهلوی اسمی نبرده بود. بهزاد گفته که شاهزاده رضا پهلوی که از حق قانونی خودش به خاطر آزادی گذشت. فرید رو فیسبوک ما نوشته که مردم صبور ایران بهترین چهره سال 89 هستند. کوروش هم نوشته چهره سال 89 حجت الاسلام کروبی هست که شجاعانه به اعتراض بر علیه وضع خفقان و سرکوب در ایران پرداخت و از موضع خود عقب نشینی نکرد و به خاطر موضع خود نیز هم اکنون در حصر خانگی است.
جواد تقوی هم جواد برای ما نوشته که محمد نوریزاد رو فیسبوک ما نظر داده. سعید هم رو من نباید اسمای فامیلیشون رو بخونم، رو فیسبوک معمولا اشتباه کردم. سعید روی فیسبوک ما از کروبی اسم برده و حسین از مهندس موسوی. دو بینندم از جمله سایه از نسرین ستوده، وکیلی که در بازداشت هست همچنان اسم برده. و این مجموعه نظراتی بود که بخشیشو من و همکارانم از روی فیسبوک، وبلاگ و ایمیل برنامه استخراج کردیم. در طول برنامه میتونید نظراتتون رو حتما مثل روزهای گذشته برای ما بفرستید، سعی میکنیم که پابلیششون کنیم و دیگران از نظر شما مطلع بشن. اما بعد از شنیدن نظرات شما ببینیم مهمانان برنامه روی خط چه نظری دارن. منتها قبل از اینکه این نظرات مهمانان رو تقدیم کنیم یه تنفس کوتاه بگیریم، بشینید پای تلویزیونتون، چون میخواییم نظر یه سری کارشناس رو در مورد چهره سال بشنویم. سلام، من شهره آقداشلو. سلام، من هوشنگ توزی. پس از شادباش های نوروزی و تبریک عید، تو بگو. نه تو بگو. کجا هستی منو؟ تلویزیون صدای آمریکا. نمایش ما یک ایرانی در بهشت. دو روز قبل از سال تحویل بهشت رو به خونه شما میاریم. زنده از صدای آمریکا. زنده؟ زنده زنده. زنده باشید. دو ساعت قبل از تحویل سال 1390 شمسی. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. مامانمه. مادر سلام. خوبی؟ سال نو مبارک. مامان داریم میایم، سال نو با همیم. قربونت دارم، من الان اینجا فیلم برداری دارم، بعدم بازم بود. خوش قبلا خاموشش نکرده بودم. خب در روزهای اخیر سعی کردیم با تعدادی از فعالان عصای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی تماس بگیریم تا نظر اونها رو در مورد چهره سال 1389 بشنویم. محدودیت زمانی موجب شد تا تنها نظر برخی از این مهمانان رو در مورد حوزه تخصصیشون منعکس کنیم. از جمله حوزه هایی که به سراغش رفتیم حوزه مسائل بین الملل بود. دیدید چند بیننده هم در این مورد اظهار نظر کردن. از آقای علی اکبر امیدمهر، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران، در مورد چهره سال 1389 ایران در عرصه بین الملل پرسیدیم که پاسخ ایشون رو میشنویم. مناطقی که الان در ژاپن هست، در اقتصاد و نقاط دنیا، شاید بگم اون سربازی که جلوی این راکتور اتمی ایستاد و خودش آلوده شد و ولی از مردمش دفاع کرد، یا اون 50 نفری که داوطلب شدن که بگم در راکتور اتمی اونجا رو خونسا بکنن، خودشون از بین برن ولی ملت ژاپن زنده بمونه، یا اون مادری که فرزند خودش مرد ولی فرزندش رو در بغلش نگه داشت که بهش آسیب نرسه، ممکنه بگیم که اینا چهره‌های سال هستن. ولی من به عنوان ایرانی خانم دکتر زهرا رهنورد، شجاع و قهرمان و شهر شجاع و نترسمون مهدی کروبی، بین این دوتا شک داشتم ولی آخر سر شیخ شجاع و نترسمون مهدی کروبی رو به نظرم چهره سال، زیر بار ظلم نرفته، زیر بار ترس و ترور و وحشت نرفت، حقیقت را فدای مصلحت ننمود، هیچ تهدیدی رو بها نداد. من جناب کروبی رو به عنوان شخصیت بزرگ سال هم از داخل و خارج انتخاب میکنم. اما حوزه دیگر، رخدادهای فرهنگی و هنری سال 1389 هم کم نبودند. از حکم زندان برای جعفر پناهی و رسولوف بگیرید تا جشنواره فجر و درخشش اصغر فرهادی در جشنواره برلین و البته سایر وقایع در حوزه‌های موسیقی، تئاتر و ادبیات. برای اینکه ببینیم چهره سال 89 ایران در حوزه فرهنگ و هنر کیست، به سراغ دو چهره فعال فرهنگی رفتیم. نیلوفر بیضایی، کارگردان در آلمان، و خانم منیرو روانیپور، نویسنده در آمریکا. ببینیم به نظر آنها چهره سال ایران در عرصه فرهنگ و هنر کیست.
برای من چهره سال جعفر پناهی است، به دلیل مشخصی که او یکی از مهمترین نماینده های اصولا عرصه هنر ایران هست که در سال گذشته نشون داد که در کنار این جنبش اعتراضی وسیع مردم ایستاده و در حقیقت بهای اون رو هم به جان خرید، همچنان در ایران و میدونیم که چه مجازاتش براش در نظر گرفته شد. نامه بسیار تکان دهندهش بسیار گسترده از سطح بین الملل گشت دست به دست و تمام جهان اصولا فرهنگ و هنر، عرصه جهانی فرهنگ و هنر رو باز هم متوجه شرایط بسیار ناهنجار ایران کرد. برای من جعفر پناهی شخصیت ساله. به هر حال فرهنگ و هنر که مورد هجوم قرار گرفته بود این سال که داره میگذره در ایران و عملا امکان چاپ هیچ کتابی نبود و فقط نشانه هایی که ما میدیدیم یا میخوندیم سرکوب بود و سرکوب و به قول مردم جنوب چاچول بازی. اما آدم هایی که من انتخاب کردم و مورد تاییدم هستن و از خواندن کاراشون لذت بردم، اول خانم مهرانگیز کار، به دلیل نگاه انسانی که داره تو مقالاتش، و آقای محمد رضا نیکفر، رامین جهان بگلو و عبدی کلانتری، نوشته هاشون بسیار بحث برانگیز و زیبا بود برای من. و همچنین آقای عباس میلانی به خاطر برداشت بسیار زیبایی که از شاهلیر و حملت کردن درباره بررسی روانشناختانه شخصیت آخرین پادشاه ایران. اما در حوزه اقتصاد هم تحولات زیادی در ایران روی داد، از جمله اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها که از پاییز امسال آغاز شد. به همین دلیل دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد در مورد چهره سال 89 محمود احمدی نژاد رو مورد اشاره قرار داده. به نظر من به طور مسلم چهره اقتصادی یعنی سال 1389 در ایران آقای محمود احمدی نژاده و به نظر من علت این تصمیم اقتصادی است که ایشون گرفته در زمینه برداشتن یارانه های غیر مستقیم و این یک اثر بسیار عظیمی روی اقتصاد ایران خواهد داشت. البته من اینجا این توضیح را عرض بکنم که این ایده سالها پیش مطرح شده بوده، حتی آقای دکتر حمید زنگنه و من سالها پیش مقاله این 12 سال پیش مقاله‌ای نوشتیم که در ایران هم منتشر شد که این یارانه‌ها بهش برداشته بشه. از نظر قدرت سیاسی یا از نظر نیروی سیاسی که پشت این بوده و این رو اجرا کرده، من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد شخصی که این کار کرد. خب یه نکته ای رو بگم، معمولا در میان چهره‌های سال کمتر توجهی به چهره‌های علمی آموزشی میشه. به همین دلیل تصمیم گرفتم از دو چهره علمی نظرشون رو در مورد چهره سال 89 ایران در حوزه علمی آموزشی بپرسم. پاسخ من رو دکتر سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس و دکتر مجید تفرشی استاد تاریخ در لندن چنین دادم. من فکر میکنم اگه بخوایم برای سال 1389 در حوزه آموزش و علوم در ایران و به خصوص در سطح آموزش عالی یک چهره را بهش اشاره کنیم که بیشترین تأثیر را داشته، باید بدون تردید به آقای کامران دانشجو اشاره بکنیم که در سال گذشته وزارت علوم ایران را به وزارت ضد علوم در حقیقت تبدیل کرد. شاید در تاریخ 100 ساله آموزش عالی در ایران و وجود یک نظام آموزش عالی در ایران هیچ چهره‌ای تا این حد نقش منفی را در دانشگاه‌های ایران بازی نکرده بود. آقای کامران دانشجو را به عنوان چهره منفی سال گذشته نظام آموزشی فرهنگ و علوم در ایران معرفی بکنیم. در زمینه علوم انسانی به نظر من از جهت اهمیت یک دوره و یک عمر فعالیت کاری بی‌تردید آقای ایرج افشار، استاد ایرج افشار رو معرفی میکنم که در یک دوره بیشتر از 60 ساله بدون وقفه و با استمرار علی‌رغم فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی که کشور بهش دچار بود و تاثیر مستقیم روی آقای افشار داشت،
بیوقفه کارش رو ادامه داد و متاسفانه چند روز پیش از دنیا رفتن. از جهت پرکاری و پرباری در سال گذشته من مایلم آقای حسین علی سوداور رو معرفی کنم، یک ایرانی فرهیخته و ثروتمند که برخلاف جریان موجود سرمایه‌داری در ایران که معمولا رغبت چندانی به فعالیت فرهنگی ندارن، سالهای سال سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت کرده در زمینه گسترش دانش و معرفت در ایران و با انتشار 18 جلد از معرفی دانش گستر، ضمن اینکه خودش خدمت گذاری کرده، عده زیادی از محققین رو هم اشتغال براش ایجاد کرده و نتیجهش یک دارت معرف بسیار محترم و معتبر شده در 18 جلد که سالهای سال جایش در ایران خالی بوده. اما برای انتخاب چهره سال در حوزه اجتماعی به سراغ خانم نوشابه امیری، روزنامه نگار مقیم پاریس رفتم. خانم امیری با اینکه وقایع اجتماعی سال 89 رو زیاد میدونه، اما ترجیح داد به جای نام بردن از شخص خاصی، آدم‌های گمنام در حوزه اجتماعی رو به عنوان چهره سال انتخاب کنه. نظر ایشون رو بشنویم. این واقعا گیته خیلی گسترده ایه، یعنی یه آدم ناشناس، چون آدم های مختلفی هستن تو جای مختلف ایران که چون ما روی متمرکزی روی چهره ها و اسامی دیگه، ولی توی این عرصه همش واقعا کلیه. مثلا مادری که تو فکر کن که اصلا هیچ ربطی به سیاست نداره، از فلان شهرستان باید بلند شهر هر دو هفته یه بار بیاد مثلا بره رجای شهر بچه‌شو ببینه، هیچ ربطی به سیاست نداره، یه رابطه فردیشو داره انجام، یعنی وظیفه فردیشو انجام میده، اون زن اون کارگری که زندگی رو داره میچرخونه که چند ماه اصلا پول توش نیومده. به نظرم چهره خاصی نداریم، همه هست. حضور تیم ملی فوتبال ایران در عرصه آسیا، قهرمانی ورزشکاران ایرانی در عرصه جهانی و آسیایی از جمله رویدادهای مهم سال 89 بود. از آقای مسلم اسکندر فیلابی، کشتیگیر پیشکسوت و برنده 4 مدال طلای آسیایی که مقیم آمریکاست، نظرش رو در مورد ورزشکار سال 89 پرسیدم. جالبه که آقای اسکندر فیلابی کسی رو برمیگزینه که ظاهرا قهرمان و صاحب مدال طلا نیست، اما به نظر این پیشکسوت چهره سال 89 ورزش ایرانه. ژن اصلی ورزش ایران نهضت‌های عیاری و جوانمردی است که به خاطر مردم و وطنشون همیشه فعال و جوانمردانه کار کردن، عدالت رو رعایت کردن و کاری کردن که مردمشون خدمت کنن. این ژن به ورزش‌های نوین الان رسیده. هر کس در این کار بیاد کار جوانمردانه کنه، هم مورد تایید مردمه و هم ورزشکار خوبی معرفی میشه. امین متوسط‌زاده وقتی که دید گلر افتاده و زخمی شده گل نزد، به نظر من کارش کار سیاه درستی بود که من این شخص رو میپسندم از این حرکتش. امیدوارم حرکات دیگه‌ش هم در جهت همون نهضت‌هایی که بهش رسیده به عنوان وارثشون هست ادامه بده و از مردم حمایت کنه و مردم رو دوست داشته باشه تا مردم دوستش داشته باشه. خب شاید یکی از مهمترین حوزه‌ها برای انتخاب چهره سال حوزه سیاسی باشه که برای این بخش به سراغ خانم فاطمه حقیقت‌جو رفتیم که از نمایندگان سابق مجلس در ایران هستند. ببینیم به نظر ایشون چهره سال 89 ایران در حوزه سیاست کیست؟ نظر من آقای مهدی کروبی و میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی چهره های سیاسی برجسته سال هستند به دلیل اینکه این خانم ها و آقایون در کنار مردم ایستادن، انحراف اساسی و عظیمی که در کشور رخ داده بود اون رو علناً اعلام کردند و در واقع به دفاع از حقوق مردم، آزادی های سیاسی، حقوق سیاسی مردم پرداختند. بویژه آقای کروبی که نقش ویژه تری در دفاع از خانواده های زندانیان سیاسی داشت اعلام کرد، حاضر نشد در واقع به دلایل تصنعی که همواره حکومت میگه حفظ نظام دست از دفاع از حقوق بنیادی مردم بکشه و از این جهت به نظر من این آقایون و خانوم ها مهمترین چهره های سال در 1389 هستن.
خب اجازه بدید که موضوع برنامه فردا شب روی خط رو براتون اعلام کنم. از همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم تا پایان سال 1389 خورشیدی تنها 29 ساعت دیگر باقی مونده. چشم بر هم بزنید، این 29 ساعت نیز مانند همه این 364 روز می‌گذرد و سال دیگر به پایان می‌رسد. پایان سال 89 از آن جهت اهمیت دارد که پایان یک دهه برای ایرانیان است. از اولین روز فروردین 1380 تا امروزی که در آن قرار داریم و به این ترتیب دهه 90 آغاز می شود. فارغ از نگاهی به گذشته که البته عبرت آموزم هست، آینده پیش روست. رسمی بین ایرانیان است که در لحظه های تحویل سال دست در دست هم در کنار عزیزان آرزو می کنند و دلخواسته هایشان رو می گویند. حال سوال فردا شب ما، امید و آرزوی شما برای سال آینده خورشیدی چیست؟ با این قصد آخرین برنامه روی خط در سال 89 رو به شما اختصاص دادیم تا در روی خط از آرزوها و امیدتان برای سال 90 بگویید. از همکنون میتونید آرزو امیدتان برای سال آینده رو برای ما بگید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.